موضوع تعاملات میان دینی و همزیستی پیروان ادیان در تاریخ بشر هیچگاه به گستردگی امروز محل بحث و نظر نبوده است. گویا بشر پیش از این هرگز اهمیت تفاوت نظرات دینی را چنین ملموس و ژرف تجربه نکرده بود. امروزه به مدد ابزارهای نوین ارتباطی مواجهات میان دینی چنان رواج یافته که برگ نوینی بر تاریخ ادیان افزوده است. فرایند جهانی شدن نه تنها شناخت فزاینده‌ای از سنت‌های دینی دیگر را برای بشر امروزین به ارمغان آورده، بلکه رویارویی و تماس با پیروان آن سنت‌ها را امری متداول و فراگیر کرده است. از این رو جای تعجب نیست که گفتگوی ادیان به یکی از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر عصر حاضر تبدیل شده است. جهان معاصر زیستگاه میلیاردها انسان با اندیشه‌های گوناگون، تنوع قومیت‌ها، تعدد مذاهب و فرقه‌های بسیار است. پیشینه زندگی بشر در این عرصه خاکی سرشار از جنگ‌ها، مخاصمات و تنش‌هایی است که دست کم در پاره‌ای از آنها ردپای اختلافات دینی و تعارضات عقیدتی کاملاً مشهود است. ظهور جنگ‌های میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در سال‌های 1618 تا 1648 که به جنگ 30 ساله شهرت یافت، سایه تاریکی است که بر تاریخ انسان سیطره دارد. این جنگ‌ها یکی از طولانی‌ترین و مخرب‌ترین کشمکش‌ها در تاریخ اروپا و یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های مداوم در تاریخ مدرن است. یک نتیجه مهم از جنگ‌های 30 ساله ویرانی تمام منطقه و شیوع قحطی به دلیل تهیه آذوقه ارتش‌های درگیر در جنگ بود. قحطی و بیماری به میزان قابل توجهی سبب کاهش جمعیت ایالات آلمان، بوهمیا، هلند، بلژیک و ایتالیا شد و بیشتر قدرت‌های درگیر جنگ دچار ورشکستگی شدند. فتاوای بعضی از رهبران سنی در کشتار شیعیان و یا فتاوای برخی رهبران شیعه در محدور و دم بودن سنیان تاریخ تلخ منازعات و عدم مفاهمه در میان مسلمانان را رقم زده است. نتیجه خونبار و تأسف برانگیز جنگ‌های صلیبی، نزاع‌های خونین پیش از آن و نیز جنگ‌های دینی سده اخیر در اروپا، آفریقا و خاورمیانه بر این مطلب سهه می‌گذارند. موضوع وحدت و تقریب مذاهب اسلامی از دیرباز همواره جزء اهداف و آمال آزاداندیشان، متفکران و شخصیت‌های مصلح سیاسی و مذهبی بوده و در این حال تلاش برای تحقق آن در اعصار گوناگون با فراز و نشیب‌های فراوانی نیز روبرو شده است. در پی ناسازگاری‌ها و تفرقه‌ها میان جوامع اسلامی بود که طرحی متفکرانه پدید آمد. تقریب مذاهب در جهان اسلام با هدف شناخت بهتر و بیشتر از یکدیگر و دستیابی به آرمان برادری دینی بر اساس اصول و مشترکات اسلامی. بنیانگذار چنین طرحی علامه محمد تقی قمی بود. وی در سال 1317 خورشیدی برابر با 1938 میلادی به مصر سفر و با رئیس الازهر ملاقات کرد. جامع الازهر از مهمترین مساجد مصر بوده و هست که پیشینه‌ای بیش از 1000 را داراست. پس از فتح مصر توسط عبدالحمید بن محمد علی فاطمی در سال 296 هجری قمری، خلیفه فاطمی فرمانده خود در مصر یعنی محمد العربی را مأمور تأسیس این بنا کرد تا مسجد و مدرسه‌ای باشد برای تربیت مبلغین فاطمیان و نیز مذهب اسماعیلی شیعه که مذهب فاطمیون مصر بود را ترویج دهد.
به این ترتیب بنای این مسجد در 14 رمضان سال 359 قمری، 4 مرداد 348 و 26 جولای 970 میلادی آغاز شد. دلیل نامگذاری این مدرسه به الازهر انتسابش به فاطمه زهرا علیها السلام، فرزند محمد صلوات الله علیه و آله پیامبر اسلام است. بنای مسجد 2 سال طول کشید. در سال 378 هجری قمری برابر با 367 خورشیدی و 988 میلادی خلیفه فاطمی العزیز بالله آن را مدرسه‌ای برای آموزش مسائل و علوم باطنیه اسماعیلی قرار داد و محصلین از آفریقا و آسیا برای تحصیل به آنجا می آمدند. بعد از آنکه صلاح الدین ایوبی در مصر به قدرت رسید، برپایی نماز جمعه را در آنجا منع و آن را به مسجد و مدرسه سنی تبدیل کرد. صلاح الدین در دوران حکومتش 3 هدف عمده را دنبال می کرد: استوار ساختن قدرت حکومت برای خود و خاندان ایوبی، سرکوب شیعیان و جنگ با مسیحیان. پس از آن الازهر نقش مهمی در حفظ و گسترش کیان عربی و تلاش برای گسترش زبان عربی و حفظ آن پس از سقوط خلافت عباسیان در بغداد داشت، نقشی که تاکنون کمابیش ادامه یافته است. علامه شیخ محمد تقی قمی که به مصر آمده بود، در گفتگو با شیخ بزرگ الازهر وضعیت کینه و تفرقه و تشدت مسلمانان را باز گفت و اندیشه تقریب میان مذاهب اسلامی را مطرح کرد. شیخ مراغی نیز اصل موضوع را پسندید و به علامه قمی پیشنهاد داد که کارش را با برگزاری یک سلسله سخنرانی در دانشگاه الازهر آغاز کند. علامه قمی در خلال اقامتش در مصر با متفکران و اندیشمندان مختلف در دانشگاه الازهر ارتباط برقرار کرد و با آغاز جنگ جهانی دوم به ایران بازگشت. در این هنگام، یعنی حدود سال 1324 خورشیدی برابر با 1945 میلادی، حضرت آیت الله العظما سید حسین بروجردی در شهر قم مستقر بودند. شیخ محمد تقی با وی ملاقات کرد و شرح تفصیلی سفرش و اجمالی از فعالیتش را در موضوع تقریب ارائه کرد. آیت الله بروجردی با تأیید فعالیت‌های او مقرر کردند از این حرکت پشتیبانی شود. بدین سبب طرح تقریب مورد تأکید بزرگترین مراجع دینی اهل سنت و شیعه قرار گرفت، چیزی که میتوان آن را یکی از ارکان اساسی پیروزی و موفقیت چنین طرحی برشمرد. آیت الله العظما سید حسین طباطبایی بروجردی در سال 1254 شمسی در بروجرد به دنیا آمد. نسب وی با 32 واسطه به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام می رسد. سید حسین پس از 10 سال تحصیل در اصفهان به سفارش پدر به حوزه علمیه نجف رفت. او پس از ورود به نجف اشرف به حوزه درس مرحوم آیت الله العظما آخوند ملا محمد کاظم خراسانی وارد شد و 9 سال از محضر پرفیض آن فقیه بزرگ و علمای دیگر چون آیت الله العظما، آقا سید کاظم یزدی و آیت الله شریعت اصفهانی شیخ الشریعه در فقه و اصول و رجال کسب فیض کرد. ایشان در ایام تحصیل در نجف اشرف در حالی که فقط 28 سال داشت به درجه اجتهاد رسید. معمول بود بعد از اتمام درس مرحوم آخوند
بحث همان روز را برای جمع کثیری تقریر کنند. در درس فقه و اصول ایشان بالغ بر 200 نفر از فضلای حوزه علمی نجف شرکت می کردند که در نوع خود اتفاقی بی نظیر بود. آغاز دوران مرجعیت آیت الله بروجردی در سال 1350 هجری قمری برابر با 1310 خورشیدی مصادف بود با دوران فشار و اختناق رضاخان، دورانی که تا سال 1320 ادامه داشت. آیت الله بروجردی این دوره را یکی از مصیبت بارترین ایام زندگی خود توصیف می کند. بعد از مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری، مرحوم آیت الله حجت، آیت الله صدر و آیت الله خانساری که از آنان با عنوان آیات سلاس یاد می شد، آیت الله بروجردی مسئولیت حوزه علمی قم را بر عهده گرفتند. فیضیه در زمان این بزرگان هم شرایط بهتری از زمان مرحوم حائری نداشت، هرچند به خاطر زحمات بسیار ارزنده این بزرگان بود که حوزه از انحلال نجات یافت، ولی به دلیل استقرار مرجعیت در نجف اشرف امکان رشد و ترقی چندانی نیافت. بنابراین بزرگان حوزه قم به این فکر افتادند که آیت الله بروجردی را که آن زمان در بروجرد سکونت داشتند به قم دعوت کنند. مرحوم آقای بروجردی نگاهی که داشتن در مورد شیعه همون جور که عرض کردم یه نگاه جهانی بود، یعنی شاید اون جهان بینی که مرحوم آقای بروجردی اون زمان نسبت به این مسائل داشتن الان بعد از مثلا حدود 50-60 سال برای ما یه قدری عجیب و غریب به نظر برسه. مرحوم آقای بروجردی دلشون میخواست شیعه رسمیت داشته باشه، در بین اهل تسنن حضور داشته باشه، حرف شیعه و منطق شیعه مطرح باشه، اما نه به قیمت از دست رفتن اون ارزش هایی که ما داریم. تشتت میان مذاهب اسلام موضوعی بود که از نظر ایشان پنهان نبود. در این هنگام قتل یک ایرانی شیعه زائر کعبه که بر اثر اختلافات و کج‌فهمی فرقه‌ای اتفاق افتاده بود تأثیری منفی بر روابط قومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مسلمانان گذارد. به موازات پیدایش این اختلافات، تلاش در جهت همبستگی و وحدت میان مسلمانان از سوی دانشمندان و مصلحان جامعه اسلامی آغاز شد. در اثر این تلاش‌ها، تلاقی گسترده اندیشه میان عالمان و حاملان حدیث از مذاهب مختلف اسلامی دیده می‌شود. در این دوران، وجود مناظره‌های علمی بسیار میان اندیشمندان دینی نشان از نزدیکی و همسازگرایی فرقه‌های گوناگون اسلامی دارد، به ویژه آنکه در اغلب موارد این گفتگوها به دور از تعصب‌های ناروا و با واقع‌گرایی علمی و منطقی همراه بود. مرجع شیعه، یعنی آقای بروجردی نشون میده مرجع شیعه دارای یک جهانبینی است که در این جهانبینی مسیحی بودن مانع نیست، یهودی بودن مانع نیست، سنی بودن مانع نیست. این مرجع شیعه همه رو میبینه. گرچه در دوره‌های بعد تلاش برای وحدت مسلمانان دچار فراز و نشیب‌های فراوانی شد، اما از اواسط قرن 20 میلادی سوء استفاده‌های غرب در دستاویز قرار دادن اختلافات جزئی مذهبی میان مسلمانان شدت یافت.
بزرگ جلوه دادن تفاوت‌ها برای جلوگیری از قدرتگیری و اتحاد جهان اسلام روش قطعی آنان بود. با ظهور مصلحانی چون سید جمال الدین اسدآبادی، شیخ محمد عبدو، شیخ محمد حسین کاشف القتا، شیخ عبدالمجید سلیم، شیخ محمود شلتوت، شیخ محمد تقی قمی و آیت الله العظما بروجردی، تلاش برای ایجاد وفاق و همدلی میان مسلمانان شدت بیشتری یافت تا مسلمانان که پایبندی به برخی از آراء نامربوط به عقاید ضروری آنها را از هم دور می کرد، به همگرایی و وحدت فراخوانده شوند. مرحوم آقای بروجردی نظرشون این بود که اگر ما می توانیم همه تعالیم رو عرضه می کنیم، باید عرضه کنیم، چون ما حرفی نداریم که خجالت بکشیم از گفتنش. حرفایی که ما داریم همه بر اساس منطق، استدلال، روایات صادره از پیغمبر، آیات قرآن، عرضم بزرگتون که مستدل حرفامون. اما اگر نتوانستیم همه حرفها رو بزنیم، بعضی گوشه ها هست، تیکه ها هست در شیعه که اینا خودش موضوعیت داره. بعضی از کلماتی که در نهج البلاغه هست، بعضی کلمات سید و شهدا حتی در بین مسیحی ها هم مخاطب پیدا میکنه، حتی در بین یهودی ها مخاطب پیدا میکنه، ولذا ما باید اقدام کنیم. حاصل این تبادل اندیشه ایجاد مرکزی به نام دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه بود. از جمله نخستین فعالیت‌های این مرکز انتشار مجله رسالت الاسلام بود که نخستین شماره آن در ربیع الاول 1368 قمری برابر با دی 1327 و ژانویه 1949 منتشر شد و تا رمضان سال 1392 قمری، آبان 1351 و اکتبر 1972 ادامه داشت و مقالات علمی و ارزشمند متعددی در حوزه مطالعات تطبیقی به قلم گروهی از عالمان مذاهب مختلف اسلامی در آن درج می‌شد. از دیگر فعالیت‌های برجسته دارالتقریب قاهره، اهتمام به تصحیح و انتشار کتاب مجمع البیان لعلوم القرآن اثر امین الاسلام تبرسی از علما و مفسران قرن ششم هجری است. شیخ عبدالمجید سلیم، رئیس وقت الازهر، لب به ستایش این کتاب گشود و آن را کتابی ارزشمند و پربار و یکی از کتاب‌های مرجع در تفسیر و علوم قرآن دانست. فتوای شیخ محمود شلتوت، شیخ الازهر، در 17 ربیع الاول 1378 هجری در جواز مراجعه به همه مذاهب اسلامی معروف از جمله مذهب جعفری، اوج فعالیت‌ها و نتایج ایجاد این مرکز بود. متن فتوا حاوی موارد مهم و قابل تأملی بود که تا آن زمان سابقه نداشت. در این فتوا آمده است: اسلام هیچ یک از پیروان خود را به پیروی از مذهب معینی ملزم نکرده است، بلکه هر مسلمانی حق دارد از هر مذهبی که به طور صحیح نقل شده
و احکام آن در کتاب‌های مخصوص خودش تدوین گشته پیروی کند و هر کس از یکی از این مذاهب تقلید کرده حق دارد به مذهب دیگر، هر مذهبی که باشد، منتقل شود و هیچ گونه ایرادی در این باره بر او نیست. مذهب جعفری معروف به شیعه امامیه اثنااشعریه مذهبی است که شرعاً تعبد به آن همچون سایر مذاهب اهل سنت جایز است. بنابراین شایسته است که مسلمانان این حقیقت را بشناسند و از تعصب ناروا نسبت به مذاهب معینی دوری کنند، زیرا دین خداوند و شریعت او منحصر به مذهب معینی نیست، بلکه همه امامان مجتهدانی بودند که اجتهادشان نزد خداوند متعال پذیرفته شده و کسانی که اهل نظر و اجتهاد نیستند می توانند از آنها تقلید کنند و در این باره بین عبادات و معاملات فرقی نیست. اهمیت طرح اندیشه تقریب و وحدت میان مذاهب اسلامی زمانی روشن می شود که در نظر داشته باشیم اختلاف میان مسلمانان می تواند همان چشم اسفندیار اسلام باشد برای بهره برداری مخالفان و دشمنان اسلام. در طول تاریخ همواره شاهد بوده ایم که هر جا استعمار بران شده تا ضربه‌ای به مسلمین بزند، مهمترین ابزارش دمیدن بر خاکستر اختلافات و شعله ور ساختن تعصبات مذهبی میان اقوام و جوامع اسلامی بوده است. از آنجا که بازیابی اقتدار گذشته جهان اسلام جز از طریق وحدت میان مسلمانان و نزدیکی به یکدیگر امکان پذیر نیست، دشمنان پیوسته در تلاش بودند تا از یک پارچه شدن این امت جلوگیری کنند و با طرح مسائل اختلافی مانع دستیابی آنان به این هدف عالی گردند. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.